با درود خطانه حمله نیروهای به صلاح پلیس به کمپ اشرف در آلبانیه. من برنامه شما رو با یکی از این رسانه ها که داشتم نگاه میکردم، شما راجبه از شما سوال راجبه جرایم سازمان یافته پرسیدن. شما فرمودید که سازمان مجاهدین اعتقاد داره به پیشبرد مبارزات یا اهدافش به صورت مسلحانه. سوال من اینجاست که آیا در کمپ اشرف سلاح‌های گرم، حالا از هر مدلش، موجود هست و آیا مثل دورانی که در عراق اونها مسلح بودن و تمرینات نظامی می‌کردن مرتبا، در یه همچین مسئله‌ای در کمپ اشرف آلبانی هم بود؟ بفرمایید. چندین موضوع و نکته و سوال توی صحبت شما بود که من یکی یکی به اختصار توضیح میدم. اول اینکه پلیس آلبانی حمله کرده به کمپ اشرف، این یه ترمیه که خود سازمان مجاهدین به کار میبره. حمله ای در کار نبوده، با حکم قاضی هفتی کنترل از اونجا طبق گزارشاتی که داستانی اعلام کرده که در چهارچوب قوانین آلبانی بوده. درگیری از اون طرف شروع شده، اونا ممانعت به عمل آوردن، اونا جلوی پلیس وایستادن، جلوی حکم دادستانی یا قاضی وایستادن و درگیر شدن. و از دیوکای آلبانیایی این سوال بزرگ رو مطرح میکنن که مگر اونا چه کار دارن میکنن، چه کار غیر قانونی دارن انجام میدن که ممانعت به عمل آوردن از کنترل. چرا اونا مانع کنترلن؟ چرا نمیخوان پلیس بدونه اونجا چه کار میکنن یا دولت بدونه؟ یعنی هم اون ترمو فقط سازمان استفاده میشه، انگار که مثلا یه مظلومیتی واقع شده، دادن مظلوم بیا جوان مردم هم بکرده. نه، درگیری از اون طرف شروع شده. این موضوع اول. موضوع دوم هم در رابطه با سلاح گرم و اون معنایی که توی اراسن، حالا به قول خود سازمان میگفتن تانک هایی که دولت عراق متحد استراتژیک ماست و ما امانت داده، نه اونجور سلاح ها که نه، که ما اطلاع داشتیم دیروز همین خبرهای بود، تعداد درون های نظامی و عرض آنتی درون، همین ضد پهپاد و سیستم های پدافندی، به حالا سیستم پدافندی هم میدونید که باز میشه به صورت آفندی هم استفاده کرد، که قدیم زمان ترامپ که به هر حال از حمایت و پشتیبانی آمریکا برخوردار بودن، تونسته بودن از طریق ترکیه وارد کنن. حیرانی مسئله دیگه اینه که بسیاری خصوصا خود مجاهدین و طرفداراشون این مسئله رو ربط میدن به نفوذ ایران یا معامله ایران با آلبانی، ولی از طرفی مشخصه که کشور آلبانی همونطوری که شما به هر حال پیشتر فرموده بودید بدون اجازه آمریکا آب نمیخوره، یعنی واقعا با دستور آمریکا این عمل انجام شده و این مسئله در حقیقت این هکرهایی بوده که سازمان مجاهدین در حقیقت کارهای هکری انجام میدادن که معروف شد که بعضی هاشون مدارکی رو از داخل ایران بیرون داده بودن و اینا، که حتی یکیشون ظاهرا هکری به اسم عدل علی بود و خیلی چیزها رو ریخته بودن بیرون. و خب این مسئله کشور غربی رو یه مقدار آلرت کرده بوده. چرا؟ چون شاید خیلی مسائل دیگه که مربوط به صحبت‌ها یا مسائل پرونده‌هایی که پشت پرده ما بین کشور غربی با جمهوری اسلامی هستن بیرون بریزه یه روزی. و این مسئله بیشتر منطقی به نظر میاد تا اینکه جمهوری اسلامی این کارو خواسته باشه بکنه. نظر شما در این مورد چیه؟ فکر می‌کنید که این توافق کشورهای غربی با آلبانی بوده؟ بله، بازم چند تا نکته با هم دیگه فرمودی که من به اختصار. اول اینکه این که مثلا به دستور حکومت ایران بوده، کمان که در بیانیه شورای ملی مقاومت اومده که به درخواست فاشیسم مذهبی ایران، این که ترجیح بند ادبیات تشکیلاتی و سازمانی سازمان مجاهدین هست در تمام بیانیه‌اش. هر کسی که کوچکترین انتقادی بکنه، سوالی بکنه، پرسشی بکنه، به این سازمان نقدی بکنه، اونا ترمای خودشونه به کار میبرن، موضوع رژیم، موضوع ولایت فلان از این حرفا، این که شیوه آتشبارشون. در رابطه با آلبانی، خب ببینید کشور آلبانی کشوری که خب حالا نه برای ما از کشور مستقل صحبت نمی‌کنه، کشور 2-3 میلیونی که واقعا وابسته به آمریکا، اینکه با دستور آمریکا بوده، حتی اگر این هم نباشه با گرین لایت آمریکا بوده، با چراغ سبز آمریکا بوده.
حالا اینکه آلبانی نمیدونسته، نه اینطوری نیست، خیلی خوب از کارهای اینا خبر داشت، بارها اطلاع رسانی شده بود. بالاخره کشور به این کوچیکی که سیستم امنیتیش از زمان انقدر کجا به یادگار مونده، اونطوری کشور رو کنترل میکنن و خب خدایی هم کشور خیلی امنی آلبانی. بعد اینا خبر نداشت که از سرورهای اون گنده ای رو پیارسال وارد کردن، یه سری افراد متخصص رو وارد کردن برای سایبر، همینا رو میدونستن. موضوع یک موضوعی که در یکی دو هفته گذشته عوض شده و اون هم حمایت آمریکا بود. تا قبلش هم دولت آلبانی میدونست، ولی نه تنها جرأت و اجازه این کار رو نداشت، بلکه اصلا نمیتونست می سازمان چیز نزدیک بشه. در زمان ترامپ سازمان مجاهدین با دولت آلبانی اینطوری برخورد میکرد، مثلا اینا برای حل و فصل کارهای اداریشون مثلا به دولت آلبانی و دوستامون تو دولت ما میگفتن، اینا به ما نامه میدن که سه روز دیگه مثلا فرانسه ما میخوایم ملاقات داشته باشیم با وزیر کشور یا با وزیر بهداشت سر به هر حال حل و فصل مسائل، اینا تعیین میکردن. ولی الان طوری شده که این سازمان خب واقعا حرکت کمی هم نبود، 1000 پلیس مثلا خود شهر دورس و تیرانا چقدر جمعیت داره، از 5 نهاد مختلف، از اسپاک پلیس آنتی ترور آنتی کرپسیون، بعد پلیس کریمینال، پلیس سیویلیزیشن، پلیس شهری، 5 نهاد مختلف ساعت 3 نصف شب. یعنی اینطوری نبوده که بگیم ساعت 12 شب تصمیم گرفتن 3 شب رفتن اونجا، و اینقدر غافلگیرانه اینا و چقدر در بالاترین سطوح مقامات کشوری و لشکری تصمیم گرفته شده و سازمان مجاهدین که با تمام اجنه های عالم به خصوص آلبانی در ارتباطه این موضوع درس پیدا نکرده و واقعا سازمان مجاهدین دچار غافلگیری شد، فرصت نکردن اسنادی رو بسوزونن، یعنی کامپیوترها رو مثلا به قول خودشون 106 به لحاظ امنیتی سف سف کنن یا مثلا پاک کنن، که حتی اینقدر هوشیار بودن درون فرستاده بودن رو هوا فیلم گرفته بودن که مثلا یه سری مسئولین خیلی عجولانه دارن یه سری کاغذها رو آتیش بدن که نشون داده پلیس خود آلبانی که این کار انجام دادن. مطمئنن از مدت ها قبل برنامه ریزی شده، تمام تبعات این موضوع بررسی شده که آیا این کار رو بکنیم نکنیم. حالا این که رفتش بیدیم به ایران، نه کشور ایران خودش کشوریه که سفیرش اخراج شد با چه نمایش، حالا بگذاریم که با فشار آمریکا بود، آمریکا میخواست چیز رو که از برگاش استفاده کرد این موضوع رو و سفارت ایران بسته شد. بنابراین چون همین کاری غیرقانونی رو سازمان در عراق هم میکرد، هر موقع دولت عراق ممانعت به عمل میخواست بیاره اینا درگیر میشدن و آقای حکومت مزدور ولایت چی 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 و ادامه میدادن. ولی در آلبانی سازمان مجاهدین واقعا در یک مخمسه سیاسی قرار گرفته که این حرفا رو زدن و بخوای دولت وابسته به آمریکای آلبانی رو ربطش بدی به حکومت ایران، دیگه این از اون حرفایی که مرغ پخته میخنده. برای همین واقعا در یک پات سیاسی قرار گرفته، یک آچمز سیاسی قرار گرفته سازمان مجاهدین، دیگه راه بون رفت نداره با این وضعیت و این مخمسه که گیر افتاده و درگیری که پیش اومده با دولتی که خودش اتفاقا یک جنگ نیابتی از طرف آمریکا رو با ایران شروع کرده با حکومت ایران از 2-3 سال پیش. 30 خرداد همین سه‌شنبه سالگرد حمله مسلحانه به اصطلاح مجاهدین بود به ایران، آغاز جنگ مسلحانه. بله و این رو به هر حال میدونید که اینا هر ساله گرد همایی تشکیل میدن، امسال نه در آلبانی و نه در فرانسه حتی اجازه تشکیل این گرد همایی رو ندادن و ظاهرا پلیس یا پلیس امنیت فرانسه گفته به دلیل وضعیت متشنج و ژئوپلیتیک. و این مسئله خب یه مقدار جالبه که چطوری میشه که آیا این به دلیل این آزادسازی چندین گروگان هایی که مبادله زندانی هایی شد در این چند هفته اخیر مشاهدش بودیم و اینها رو شما چطوری میبینید؟ آیا فکر میکنید که تقریبا غرب به جمهوری اسلامی به نوعی نزدیک شده و یه سری مبادلات و معامله هایی داره میشه به هر حال یا نه؟
این که بگیم نزدیک شده یا باب دوستی و فرندلی ریلیشنشیپی را افتاده، نه. ولی موضوع اینه که مثلا همین چند وقت پیش بود که یکی از مؤسسات آمریکا ایران رو به عنوان 10 قدرت تاثیرگذار جهان اعلام کرده بود و ایران رو به عنوان حداقل ابرقدرت خاورمیانه که تاثیر داره نمیتونن جلوش بگیرن. واقعا اینکه خط آمریکا هم نه در رابطه با ایران بلکه در رابطه با روسیه، چین و یه سری کشورهایی که به هر حال قبلا تلاش میکرد اینها رو به زانو در بیاره، تحت هژمونی خودش قرار بده، این تخاصم رو کنار گذاشته و بر روی وجوه مشترک دارن کار میکنن. مثلا همین الان مذاکراتی که ببینیم آمریکا داره با ایران انجام میده، حالا قبلا توافقنامه که ترامپ زد زیرش اورانیوم 3% و 7% بود، الان کار به جای رسیده که گفتن بیشتر از 60% غنی نکن، مثلا این امتیازات رو ما میدیم اینا. واقعیت این که باب گفتگو، نه گفتگوی یک طرفه که آمریکا هژمونی خودش رو اعمال بخواد بکنه، گفتگوی مساوی حداقل با اغماز بخوایم بگیم داره ایجاد میشه. و از طرفی هم میبینید که خود سازمان مجاهدین البته به دلایل اعتقادات خودش و تنگ نظری های سیاسی که داره در همین اپوزیسیون های مختلفی که در کشورهای غربی با هم دیگه متحد شدن که به هر حال برای تغییر در ایران، حداقل تغییر در قوانین یا استحاله یا خیلی موضوع دیگه بخوان کاری بکنن، همین سازمان مجاهدین جایی درش نداره. و حتی مثلا تو شبکه ها میبینیم میگن که مثلا سازمان مجاهدین که جزء اپوزیسیون نیست، همین بیانیه وزارت خارجه آمریکا رو پیروز نگاه بکنی که میگه همچنان وزارت خارجه آمریکا ایالات متحده معتقد است که سازمان مجاهدین یک نیروی دموکراتیک جایگزین و اپوزیسیون ایران نیست. بخوایم خلاصه قضیه رو بگیم، این پایانی آغازی بر پایان سازمان مجاهدین، نه به دلیل، چون اصلا موضوع خیلی فراتر از اینی که حکومت ایران یواشکی مثلا بگیم یک رابطه با دولت آلمانی ایجاد کرده اونطوری که سازمان میگه و مینیمیزه میکنه موضوع رو که به درخواست فاشیست مذهبی ایران پلیس در یک اقدام جنایتکارانه به ما حمله کرده، نه، این خیلی مسئله خیلی بزرگتر از مسئله آرایش و چیدمان سیاسی جدید جهان در پیش روه، بلوک بندی جدیدی که داره انجام میشه در جهان. و اینجاست که سازمان مجاهدین که یک سازمان بحرانزی و شکافزی بوده و در تضاد و تخاصم بین حداقل غرب و ایران جولان میداده، این فضا و این شکاف داره براش بسته میشه. اینم سازمان رو به دلایل اعتقادات و خط مشی که داره، که مثلا اعتقاد به براندازی نرم نداره، اعتقاد به جنگ مسلحانه، هیچ اعتقادی به مبارزات مدنی خشونت پرهیز اصلا نداره، و چون سازمان مجاهدین اعتقاداتی مثل اعتقادات مثلا چریکی 70-80 سال پیش که فقط با جنگ مسلحانه و خونریزی و با جهاد میشه کاری کرد، در هر کشوری و حتی کشور دموکراتیک تر از آلبانی هم شما این سازمان رو قرار بدین، بازم جنس کارش یه جنس غیرقانونیه، بازم به مشکل برد. ما در روزهای اخیر در فضای مجازی به هر حال حمایت هایی از سازمان مجاهدین رو شاهد بودیم که به هر حال حمله به این شکل به کمپ رو یا یورش رو یا حالا حتی به هر شکل رو این رو محکوم کردن برخی. ولی من توجه کردم دیدم ما بین این افراد به غیر از یک سری مجاهدینی که پراکنده در کشورهای مختلف هستن، سازمان های کمونیستی خیلی طرفداری از این مسئله کردن و خیلی دارن حمایت میکنن. چه سنخیتی ما بین کمونیست ها و این چه مجاهدین هست؟ میشه یه مقدار اینو مشکافی کنید؟ خب به هر حال خود سازمان مجاهدین پوش مذهبی داره، مثلا اسلام کمونیستی یا اسلام که به جامعه بی‌طبقه توحیدی اعتقاد داره، بلیا حداقل نصف نصف نزاس و اونها خب احساس نزدیکی بیشتری میکنن. و بگذاریم که خب بعضی هاشون هم خب رابطه های دولتی محکوم نکرد این کارا، کما این که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته که ما حمایت میکنیم از هر گونه اعمال کنترل ها در چارچوب قوانین آلبانی. بعد به سامان آلبانی حالا چقدر نه تبلیغ بود و
رئیس پلیس آلبانی گفته که با این کاری که مجاهدین کردن دیگه آلبانی جای مجاهدین نیستش. خود آقای بلیدی چوچی وزیر کشور آلبانی که 6 ماه پیش حکم اخراج منو از آلبانی شخصا امضا کرد و منو اخراج کرد به درخواست سازمان مجاهدین، ایشون دیروز اومد و یک موضع‌گیری خیلی قوی علیه سازمان کرد که ما از پاییز گذشته رابطه با اینا قطع شده، اینا باید بفهمن که در کشور ما این کار غیرقانونی نمیتونن بکنن و باید تحت کنترل باشن. اینا عدول کردن از قوانین آلبانی و بسیار مسائل دیگه که واقعا برای خود من تعجب برانگیز بود. آقای حیرانی، چه درصد فکر میکنید که به هر حال این تتمه مابقی مجاهدین رو هم آلبانی و یا همون آقای بلدی توچی جمع بکنه و اینا رو اخراج کنه از آلبانی، و اگر یه همچین اتفاقی بیفته اینا کجا میتونن برن؟ بفهمید. راستشو بخواین این که اینا رو بخواین اخراج کنن، امروز اخراج کنن، به کجا اخراج بکنن؟ یا یه کسی بالاخره باید بپذیره. ما در کره زمین کشور بی صاحبی که نداریم مثلا بتونیم اونجا تعداد افراد رو بفرستیم. اون طبعا یه مکانیزمی داره که باز خودش زمان میبره، مثلا اون مکانیزمی که تو عراق بود، عراق هم می‌خواست اخراج کنه، 10 سال طول کشید. حالا با این میانگین سنی که این افراد دارن، مثلا خب تا 10 سال دیگه حالا چند نفر بمونن که بخواد چی بشه، و اینکه آینده چطوری پیش میره، اینا همش برمیگرده به نظر آمریکا. چون واقعا کشور آلبانی کشوریه که حتی یک لیوان آب هم یعنی دقیقا مثل ایران زمان شاه که تمام سیستم وزارتخانه ها، دولت، ارتش، مقامات کشوری، لشکر، همه با مستشاران آمریکایی، مثل ایران 35 میلیونی در سال 57 130 هزار مستشار خارجی داشتیم که 90 هزار تاش فقط آمریکایی بودن که همه چی رو کنترل میکردن. آلبانی یک کشوری با 2 میلیون جمعیت، ولی سفارتخانه امریکا در تیرانا من تا جایی که شنیدم 2500 فقط کارمند داره. 2500 خب چیکار دارن؟ کل بالکان رو دارن کنترل میکنن و تیرانا هم که به قول معروف گیت وی یا دروازه بالکانه که از همه مهمتره. حالا اینکه در آینده چه اتفاق خواهد افتاد و شدت و حدت مواجهه و برخورد دولت آلبانی با سازمان مجاهدین چطور خواهد بود؟ اولا خود آمریکا خیلی تاثیر داره که به هر حال شیفلک دست اونه که چقدر گرین لایتی که میده در چه حد باشه، و ریاکشن خود سازمان مجاهدین. چون الان ببینید تمام رهبران سازمان مجاهدین همه هیچ کدوم علنی نشدن، هیچ چیزی نه، فقط یک موضع‌گیری به صورت کتبی فرستاده شده بیرون که این برخوردی که پیش آمده برخورد اشرف نشین ها بوده نه از طرف رهبران، یعنی یک راه به عقب، پلی به عقب گذاشته. آقای حیرانی میبخشید، این کسی که معروف به افشین بوده که ظاهرا یکی از شکنجهگرهای سازمان مجاهدینه که ایشون ظاهرا کشته شده، و یکی دیگه هم به اسم آقای علی، نمیدونم فامیلشون رو فراموش کردم، علی مستشاری، بله آقای علی مستشاری، اینه که کشته افشین همون اسم عربی زده بود ابوالفتاح نیست، بله، یعنی اینا همش یه نفره؟ یه همش یه نفر بود. حالا این آقای که کشته شده، من میخواستم یه مقدار راجع به ایشون و جنایاتی که ایشون در دوره که اسیر جنگی های ایرانی که در عراق بودن و ایشون چه رفتارهایی با اون اسرای جنگی ایرانی کرده بوده، شما اطلاعی از این مسئله دارید؟ این جناب برادر افشین یا همین علی مستشاری که میگین، اولا که خب تو سازمان خیلی بروبیا داشت برای خودش، مدت ها مثلا تو برخی از فیلم قدیم نشون میده نفر حفاظت کنار مسعود رجبی. افشین، حالا من سیاد مسئولین هم میگفتن خب این در فاز نظامی فقط بیش از 140 عملیات موفق داشته در شیراز و شهرستان ها که بعد از کشور خارج میشه، یکی از فرماندهان نظامی ستادهای داخله. در عراق هم مثلا ما کل سازمان مجاهدین 13 تا 15 تا مقر داشت، این همیشه فرمانده یک مقر بود، یعنی جزء 13 تا ستون همین به اصطلاح ارتش آزادی بخش از قدیم. بعد بنابراین ایشون در
شمال عراق که در سال جنگ مروارید درگیری های شده که منجر به کشته شدن کردها و اکراد شده، خب ایشون جز فرمانده ها بوده. در بگیر ببنده و زندانی کردن های تشکیلاتی ایشون جز مسئولین بوده. بعد در اوایل دهه 60 در فاز نظامی خب تروهای زیادی داشته، کلا جز فرماندهان بالا بود، یعنی فرمانده خیلی قابلی برای سازمان مجاهدین بود و خیلی فرد تیپ نظامی بود. یعنی هر کاری بگی این کرده دیگه، به هر حال تو همه پروژه های سازمان از عملیات فروغ و چلچراغ و اینا همه خب جز جالبه فرماندهان بود. جالبه که شما اشاره میکنید ارتش آزادی بخش، در حالی که این سازمان حتی اعضای خودش رو به طور مثل گروگان باهاشون برخورد میکنه، ولی اسم ارتشش ارتش آزادی بخشه. آقای حیرانی، در الان حدودا چقدر اعضا هست، چقدر ساکنین کمپ اشرف چند نفر میتونه باشه؟ ظاهرا میگن حدود 100 نفر زخمی شدن. آیا آخرین خبری که شما از طریق دوستان دارید چیه؟ که آیا تلفات بیشتری هست، شرایط کسانی که زخمی شدن بدتر شده کسانی؟ ما خبری که داریم، خب به هر حال وقتی که اینا میان سپر انسانی تشکیل میدن و درگیر میشن با پلیس، پلیس وسیله مرگبار استفاده نمیکنه، ولی از گاز اشکاور و گاز فلفل استفاده کرده که خب به دلیل میانگین سنی بالا، خب مثلا گاز اشکاور اینها برای برخی که بیماری قلبی داشتن، بیماری تنفس داشتن، مشکلات ایجاد کرده. مثل که چند ده نفر رو به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل کردن و 6 نفر هم تا جایی که من شنیدم حالشون وخیم اعلام شده در این حد، و 1000 نفر کلن 100 نفر کلن زخمی زده بود. که مثلا خب اینا پر چند ده نفر، بقیه تا اون بیمارستان اشرف مورد مداوا قرار گرفت. چند نفر اعضا هست الان ساکن کمپ اشرف؟ چقدر آدم هست؟ یه چیزی شاید کمتر از 2000 تا. اوکی. آقای حیرانی، سوال من اینه که این اتاقهای کامپیوتر به اصطلاح که در سازمان مجاهدین هم کمپ اشرف بود، بسیاری الان صحبتهایی هستش که اینها با آیدی های فیک یا چندین آیدی های مختلف در قالب سلطنت طرف، در قالب نمیدونم به صلاح تیپ های سیاسی مختلف آیدی درست میکردن با عکس و شکل و شمایل مختلف، و الان به نظر یک سکونت و یک آرامشی در فضای مجازی فارسی زبان ها به وجود اومده به دلیل اینکه این کامپیوترها رو کشیدن از دست اینا فعلا بردن یا هر چیزی که شده. آیا واقعا شما اطلاع دارید از این به صلاح شگرد سازمان برای درست کردن آیدی های فیک و خود خودشون رو در خودم قالب سلطنت طرف یا زدن و اینا؟ بله. ما حالا با ادبیات سازمانی اون زمان که ما داخل سازمان بودیم، مثلا خب همه بسته به سوادشون یا تعداد زبانهایی که بلد بودن و تسلطی که به امور انفرماتیک داشتن، بعد خب ما حسابای زیاد درست میکردیم. بعد با عکس های متنوع مختلف، حالا برای اینکه اون عکس هم تو گوگل ایمیج، تو سرچ ایمیج گوگل لو نره، یه عکس دست جمعی توی اینترنت پیدا میکردیم، بعد یک چهره از اون نفرات رو میرفتیم کادر میزنیم، کرپ میکردیم و که دیگه مثلا اون قابل پیدا کردن نباشه میکردن. این به این صورت عرضم حضورتون که توی این حساب رو درست میکردیم. حالا توی سازمان، چون خب خود سازمان میدونه خب خیلی از گروه ها طیف های جوان ها تمایلی به سازمان مجاهدین ندارن به هر دلیل، یا میشناسن یا نمیشناسن، خلاصه مورد توجهش نیست. بعد میگفتن که مهم این نیستش که یک کاری حتما به اسم سازمان انجام شه، مهم اون خط مشی سازمانه که خط جلو بره و با خشونت بشه راه مبارزه رو باز کرد به سمت جنگ مسلحانه یا قیام مسلحانه شد. بعد برای همین اون زمان یه سری حساب ها بود به اسم، نمیگفتن سلطنت طلب، حالا این کلمه شما کار بردیم، میگفتن حساب های غیر مجاهدی به یه سری افراد که خود سوادشون هم بیشتر بود، مثلا دایره معلوماتشون بیشتر بود، به اونا حساب های غیر مجاهدی هم میگفتن درست کنن. بعد اون حساب غیر مجاهدی مثلا یه سری چیزهای اجتماعی میذاشتن، بعد هر از گاهی بعد میمونه ترم هایی از مریم رجوی استفاده میکنن، حتی ممکن از عکس رضا پهلوی هم استفاده بکنن، بعد وارد گفتگو بشن و یه سری رو جذب کنن، یه هستی ایجاد کنن، بعد
یک حرفایی به موازات جنس حرفای سازمان بندازن وسط. مثلا آیا واقعا یه حکومتی با این جنس با این فلان مگر میشه با یک فشار مدنی یا مثلا با یک مبارزه مدنی کاری کرد؟ اگر قرار بود کاری بشه تا حالا شده بود؟ از این سوالات بندازید تو ذهن مخاطب، بعد اون میاد جلو میگه خب به نظر پس باید چیکار بکنیم، بعد دیگه اونجا باب گفتگو باز میشه، بعد نفر رو میکشه تو پیوی، بعد اونجا روش کار میکنی، همین نفرات جدید اومدن قشنگ توضیح دادن که ریل مثل سابره، بعد نفر رو چک میکنی، محک میکنی، دو تا خبر میرسی، بعد دو تا از کار عملیات سازمان رو براش میفرستی ببینی نظرش چیه، بعد این ریل عضویته دیگه. از یه نقطه که طرف به این نقطه میرسه که بله من باید یه کاری بکنم، دیگه اونجا که ثابت شد دیگه مسئولین گزارش میدید، دیگه تو رو از پای کامپیوتر میگم برو، یه فرمانده بالاتر میاد میشینه، طرف حساب طرف میشه و دیگه میرن دیگه تا آموزش بمبای دستی و شیوه ارسال پول و از اون برم شیوه ارسال کلیپ و ریلی بود که همیشه انجام داد. یعنی اخبار سیمای آزادی نگاه کنید، اون چرا که تحت عنوان قیام آفرینان و قانون های شورشی میگن تقریبا همین پایین میکنید. حیرانی الان خانم رجوی کجا هستن؟ ایشون در آلبانی هستن در این مسئله حضور پلیس آلبانی؟ آیا ایشون هم به هر حال اون نزدیکی ها بودن رفتن؟ فکر میکنید اطلاع دارید که ایشون کجا هستن؟ این کمپ مانز ببینید توی یک وادی توی یک شیب تپه است، خب که طوری درست کردن که مثلا این قسمت افراد معمولی بودن، بعد ستات ها بودن، بعد مقر خواهرها بود، بعد بالاتر میره که مقر مریم رجوی که به دریا دید داره، یک ویلاهای میلیون دلاری اونجا داره. اون موقع چند تا خریده بودن، حالا من از طریق یکی از دوستان فهمیدم که همون موقعی که تو سازمان بودم که نه اجاره الان منظورم میشه کردن برای مهمانان خارجی، ولی نه بیشتر برای همون استراحت خامریام و تیم حفاظت و فلان و دوروبریا بود، حالا شاید با هم مهمونی هم میمونن. الان کجا هستن آقای نبوده باشه داخل چیز باشه، برحال پلیس یا به اونجا مراجعه نکرده، بیشتر به همین قسمت سایبری مراجعه کرده برای کنترل که درگیری ایجاد شده، یعنی حکم دستگیری مریم رجوی رو حداقل نداشتن. بچه هم اونجا اینقدر پناهگاه و زیر زمین و چیزی ما ساختن که به راحتی از مسئله چیز میتونن خارجش بکنن. بله آقای حیرانی، من فکر میکنم اگر آینده کمپ اشرف در آلبانی یه مقدارم مربوط میشه به اینکه آیا جمهوری خواه ها بتونن در ترم بعدی به اصطلاح تو انتخابات ریاست جمهوری برنده بشن، اگر نشن و دموکرات ها در قدرت بمونن تقریبا فاتحه مجاهدین خونده میشه اگر دموکرات ها در قدرت بمونن، چون شاید جمهوری خواه ها میدونیم که سیاست های متفاوتی دارن با دموکرات ها. نه بعید میدونم، چون که جمهوری خواه ها سیاست های متفاوتی دارن، این بیشتر این تز بیشتر زمان صدق میکرد که دنیا تک قطبی بود، الان که دنیا به سمت دو قطبی و چند قطبی داره میره و خود آمریکا هم اعلام کرده ما دیگه دنبال مدیریت دنیا نیستیم، چه جمهوری خواه بیاد و چه دموکرات بیاد بعیده که سیاست های خارجی آمریکا تغییری بکنه، چون دیگه امکانی تغییری وجود نداره، یعنی به هر حال ابرقدرتی مثل چین وجود داره، روسیه هست. ما فقط 5 دقیقه وقت داریم، شاید کمتر 4 دقیقه. اگر بخوام از همسر شما دعوت کنم که نظر خودشون رو در مورد برخورد دولت به اصطلاح آلبانی با این مجاهدینی که در کمپ اشرف هستن و دیدگاه خودشون رو به عنوان یک مثلا شهروند آلبانیایی بگن خیلی کوتاه، چون فقط 4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. بله، خارج تیم منزوی پر مجاهدین پر آنتار مک برندا مجاهدین روز شما بخیر. اون رسی چه شکار تیم جنون بکتیم ستانر بکتون مجاهدین. من به عنوان یک شهروند آلبانیایی مثل خیلی دیگه است از شهروندان آلبانی، این سوال برای ما وجود داشت که اصلا چرا این سازمان به کشور ما اومد؟ چفر اکتیویتیتی بوین چفر پولتی اختا
اینا اصلا دارن چی کار میکنن تو کشور ما؟ چه فعالیتی دارن؟ datë 21 qërësar të djesh 5, që shqiptarët a rritë të kuptoni që kulti më gjatim janë terrorist për nuk ka darë për humanitarë, si që ta ka thënë që bëria janë. A para me të Shqipëri proteste, në? Po. این میگه حتی قبل از اینکه اون موقعی که توافق شده بود اشارهش به اون موقع تاریخ گذاشت شده، قبل از اینکه این مجاهدین بیان تو کشور ما، همون موقع تو کشور ما یه تظاهراتی شده بود که دولت اعلام کرده که در این اقدام هیومانیتار انسانی اینا رو میخواد بپذیره، در حالی که این سازمان خودش انبوه اقدامات تروریستی یا توی لیست تروریستی بوده قبلا و این چیز بود که برای جامعه آلبانی قابل هضم نبود. Plotë të rrëve ministrëve të vogël para se të vini muçatinë në Shqipëri. Një khatere kushi për të migam, zamani kë muçatinë për Albani më dhe? Në vitin 2013, dhe salë 2013, u lajmëruam që muçatinët bashkë me qëvërin të të silin armët kimike ka Siria. A, më gëmë në mëgë si Suria? Armë kimike të silin Shqipëri ka Siria muçatinët bashkë me shteti shqiptarë. میگه اون موقع که مجاهدین اومدن همراه با موج مهاجران سوریه ای بود که خب اونا هم اومده بودن. Shteti shqiptar, për të thënë të vërtetën, ka 10 vjet që jeton në frik. Kan frik kur janë afër muçatimeve. میگه با واقعا 10 سالی که مردم آلمانی میترسن از این سازمان که چی بالاخره یه اتفاق میفته که مثل اینکه داره میفته افتاد دیگه. و akoma në shqiptari frikë normal kam frikë kur shikim ndonjë çën tregtar ose një treg shmangën. Mega خیلی مردم آلمان دارن ضرر میکنن از وجود این سازمان در کشورش. سپاسگزارم از شما آقای ایرانی و خانم مارگاریتا، خیلی که درست تلفظ کرده باشم اسمشون رو. مارگاریتا ممنون، تا فرصتی دیگه از خدمت شما مرخص میشم. امیدواریم که هر جا هستید شاد و موفق باشید. بدرود. خواهش می‌کنم، منم تشکر می‌کنم از شما به خاطر دعوت تو این برنامه و امیدوارم که صحبت کرده باشم مفید واقع شده باشه برای شما و شنوندگان. بله.